ابراز تنفر شدید از امیر تتلو و سیاوش قمیشی. خدای نشده تتلو گوش میدیم. اوه متنفرم. تتلو رو نمیشه، قمیشی رو نمیشه. حشری شدن یک جوان هموطن و خواستگاری از بانو شهره پیش مادر خودش. لایو بسیار عجیب از شاهزاده سرین قبل از اومدن به ایران که از نحوه ایران اومدنش میگفت. چا میدونم هم یک سری هم اینجا تو ماشینه. میخوای ببینی؟ نگاه. دارم میرم با خلبان صحبت کرد. اجرای عجیب زن سفر ایدری به یاد استاد فرامرز اصلانی که فکر کنم روح اون بنده خدا رو هم آزار بده. یه افشاگری عجیب که مشخص شده ما این توی سالهای اخیر چند بار به ایران اومده و این تایید رسمی شده و کلی اتفاق جنجالی دیگه که در ادامه میبینید. مسعود فراستی که یکی از معروفترین منتقدهای کشورمونه و همه اونو به انتقادهای تندش از فیلم‌ها و سریالا میشناسنش، حالا اومده یه ابراز تنفر شهید از امیر تتلو و همچنین سیاوش قمیشی کرد. گیلتی پلژر یا حالا اون لذت مخفی مسعود فراستی که به کسی نمیگه چیه؟ مثلا تو خلوتت یو خدای نشده تتلو گوش میدی مثلا. اوه متنفرم. اون یکی شب پره است. آره. اونو مثلا میشه دو دقیقه تعمل. تتلو رو نمیشه، قمیشی رو نمیشه. امروزی هم که ما قبل اینا، ما قبل گوش دادن در اون اصلا واقعا. خب چیه اون چیزی که مسعود فراستی دوست داره ولی آدم ها فایی نمی کنن؟ یه چیزی هرچی پاستیل خوبه، دوست داره. چرا میخندی؟ مگه پاستیل واقعا مسعود فراستی پاستیل میخوره؟ حالا جالبش اینه که امیر تتلو همیشه سیاوش قمیشی رو دوست داشته و ارتباطی هم با هم داشتن. شب که میشه تو کوچه ی غم، عشق من میشه ستاره. من چشمامو به ابرا میدم، آسمون بارون میباره. میخونم آخ که دیگه فرنگیس، عشق تو داغونم کرد. به کی بگم که چشمات تو غصه زندونم کرد. دلم شده دیوونه، خدا خودش میدونه. کوچه دلش میگیره، سکوتشو میشکونه. پنجره ها با فریاد میگن کی باز میخونه، میگن کی باز می... و اما یه ویدیو هم پخش شده که یکی از جوانای مملکتمون که حسابی زده بوده بالا و میزان تستوسترون بدنش انقدر بالاست که جلوی مادرش به شهره میگه بیا بریم عقد کنیم. گریه میکنی شما؟ بله همونطور که دیدین شوهره که سن مادر بزرگ این بچه رو داره حسابی تعجب کرد و مادر خود این پسرم میگه عجله نکن. خب آخه برادر دهن سرویسین چه حرکتیه؟ الان داغی نمیفهمی بند خدا. بانو شوهرم الان دیگه تو سن و سال این کارا نیست، بهتر بری دنبال یه گزینه جوانتر مثل مدگل یا سارن یا اهلام. بالاخره اینا باز جوانتر هم بیشتر به کارت میان. یه لایو جنجالی هم از سرین پخش شده که برای قبل از ایران اومدنشه و خب همونطور که حتما تا الان با خبر شدین این دهن سرویس به ایران اومده و الان گرفتنش رو تو زندان اوینه. گوش کن، تا نوروز من با هواپیمای شخصی خودم دارم میام ایران. شوخی نمی کنم. من چمدونامو بستم. چمدونامم یک سری هم اینجا تو ماشینه. میخوای ببینی؟ نگاه. دارم میرم با خلبان صحبت کردم، آموزش چتر بازی رو گرفتم. الان فقط فکر جواهرام که جواهرا رو چیکار کنم. و تا نوروز من 100% توی ایرانم. شاهنشاه تو شما بیاین ایران، واحد پول ایران اسمشو چی میذاریم؟
تومن خب هنوز تومن میمونه چون تومن از قبلم تومن بود. عکس کثافت مله ها رو از روش برمی‌داریم عزیزم. پرچم میشه پارس، تمام خاورمیانه میشه پارس، عراق، سوریه، همه برمیگردن با ما. ما میشیم ثروتمندترین کشور دنیا. تمام نفت عراق رو میگیریم، همه نفت عراق رو من به شما میدم، همه نفت افغانستان رو به شما میدم، همه رو از آمریکا میگیرم با همین پرچم. چون تمام اینا پارس بوده، از ما دزدیدن. از پارس تا مصر حکومت هخامنشی بود، میدونستی؟ خیلی واقعا خفنه. بریم سراغ زن سپهر ایدری که این روزا داره حسابی کارهای عجیب غریب میکنه و حالا اومده به یاد استاد فرامرز اصلانی یه اجرای جدید داشته. بله، جالبه که بدونید ایشون با یه آهنگساز خارجی در حال تهیه چند تا موزیکه و گویا یه عده ازش تعریف میکنن و ایشون هم وارد جو شده که امیدواریم به راه راست هدایت شه. و اما از اون طرف هم جالبه که یه خبرهایی در مورد آوردن پیکر استاد فرامرز اصلانی به کشور مطرح شده بود که وزیر ارشاد بهش واکنششون داد و میگه من خبری ندارم. واقعا در جریان مباحث مربوط به این در واقع وصیت‌نامه ایشون نیستم، نمیدونم چی بوده بحثشون، ولی اگر بحثی باشن حتما به دوستان منعکس کنن بررسی میشه. من در جریان این بحثش نیستم. خاک سپارشون در ایران هست؟ من در مشاهده الان خاک سپار شده باشن. شما چطور از کنید؟ یه هفته است بنده خدا به رحمت خدا رفت. از طرفی هم طی خبر رسمی انصاف نیوز به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده معین طی چند سال گذشته چند بار به ایران اومده که یک مورد اون برای مراسم فوت مادر آقای معین بوده که البته این رفت آمدها در سکوت خبری انجام شده. این پایگاه خبری به نقل از همین منبع آگاه مدعی شده ابی نیز در دفتر نمایندگی ایران در آمریکا درخواست شناسنامه ای ایرانی کرده است. بله، آدم این خبر رو میشنوه حسابی شاخ در میاره. حالا معلوم نیست ابی چرا درخواست شناسنامه داده. آخه ایشون که بخواد بیاد ایران همون فرودگاه میریزن سرش. البته شاید هم اینا قدم‌های جدیدیه و یهو دیدین همه رو به کشور راه دادن و کاریشون نداشتن. و اما حسین تویی و پیشرو هم که توی گرجستان اجرا داشتن و این روزا رفاقتشون خیلی سنگین شده و جالبه که توی صحنه تویی پیشرو رو بهترین خواننده ایران معرفی می‌کنه. میخوام بگم که به نظر من رضا بهترین رپر فارسی که تاله در خودم. حالا نظر شما در مورد این ویدیو و اتفاقات چیه؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. پس تا ویدیوی بعدی، بدرود.